اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف نهم، تدارک زیرساخت‌های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری. مطابق با دستور کار هدف نهم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف نهم عبارت است از تدارک زیرساخت‌های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. 1. ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، پایدار، مطمئن و کیفی از زیرساخت‌های منطقه‌ای و فراملی برای حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه انسانی با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و منصفانه برای همه. 2. ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و افزایش چشمگیر سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی در راستای شرایط و نیازهای ملی و دو برابر کردن سهم صنعت از موارد یاد شده در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی تا سال 2030. 3. افزایش دسترسی فعالیت‌های تجاری کوچک، اعم از فعالیت‌های صنعتی و غیره، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی از جمله نقدینگی مقرون به صرفه و ادغام تجارت‌های کوچک در بازارها و زنجیره‌های ارزشی. 4. به روز رسانی زیرساخت‌ها و احیای صنایع برای پایدارسازی آنها با افزایش کارایی استفاده از منابع و استفاده بیشتر از فناوری‌ها و فرایندهای صنعتی پاک و سالم زیست محیطی توسط همه کشورها در راستای ظرفیت‌های آنها تا سال 2030. 5. گسترش پژوهش علمی، بروزرسانی توانایی‌های فنی بخش صنعت در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین ترغیب نوآوری و افزایش قابل ملاحظه تعداد کارکنان حوزه پژوهش و توسعه به ازای هر 1 میلیون نفر و گسترش پژوهش در بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش هزینه کرد ملی برای توسعه. الف، تسهیل ایجاد زیرساخت‌های مقاوم و پایدار در کشورهای در حال توسعه از طریق ارتقای حمایت‌های مالی، تکنولوژیک و فنی از کشورهای آفریقایی، کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه. ب. پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری، نوآوری و پژوهش در کشورهای در حال توسعه
از جمله از طریق ایجاد فضایی برای سیاست‌گذاری که در کنار مزایای دیگر زمینه‌ساز تنوع صنعتی و افزودن بر ارزش کالاها باشد. جیم افزایش قابل ملاحظه دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش برای تحقق دسترسی مقرون به صرفه و جهانی به اینترنت در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی تا سال 2020. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های پایدار و در تحقیقات علمی و فناوری، رشد اقتصادی، ایجاد شغل و ترویج رونق را افزایش می‌دهد. پروژه‌های زیربنایی که میلیاردها دلار هزینه می‌کنند در 15 سال آینده به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در حال شکل‌گیری هستند. بنابراین هدف 9، هدف ایجاد زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر، ترویج صنعتی شدن و نوآوری است. افزایش بهره‌وری منابع و پذیرش بیشتر فناوری‌های پاکیزه و محیط زیست و فرآیندهای صنعتی ضروری است تا زیرساخت‌ها و صنایع را تا سال 2030 حفظ کنند. هدف 9 قصد دارد از توسعه تکنولوژی، تحقیق و نوآوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه حمایت کند. شرکت‌های دیگر با دسترسی بیشتر به خدمات مالی از جمله اعتباری مقرون به صرفه و افزایش ادغام این شرکت‌ها در زنجیره ارزش و بازار، همچنین از ارائه دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به اینترنت در کشورهای کمترین توسعه جهان حمایت کند. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به تدارک زیرساخت‌های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و نوآوری به طور غیر مستقیم توجه ویژه‌ای شده است. حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. حق دسترسی به اطلاعات نیز از جهت توسعه نوآوری در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قابل استنباط و استفاده است. حق بر مسکن مناسب و توسعه زیرساخت ها نیز در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. به حقوق برابر برای زنان در دسترسی به اعتبارات مالی و زیرساخت‌های روستایی نیز به طور ویژه در ماده 13 و 14 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده است. قانون اساسی ایران نیز در اصول 3، 23، 24، 29، 43 و 48 تکالیفی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده که همگی آنها را می توان به نوعی به دستور کار هدف 9 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار مرتبط دانست. ایجاد بستر مناسب و زیرساخت‌های پایدار. بر اساس هدف 9 از سند 2030 سازمان یونسکو، ایجاد بستر مناسب و زیرساخت‌های پایدار در تمام کشورهای دنیا، به خصوص کشورهایی که از صنعتی ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر برخوردار هستند، الزامی است. در همین راستا یکی از اساسهای ایجاد زیرساختهای ایمن و کارآمد بهینه‌سازی و ایمن‌سازی صنعت حمل و نقل در همه کشورها می باشد و به طور متوسط هر روزه 3000 تصادف خودرویی منجر به مرگ در سراسر جهان اتفاق می افتد.
مرگ‌های مرتبط با وسایل نقلیه 11 عامل رایج مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. گروه سنی جوان بین 5 تا 24 سال در معرض بالاترین ریسک مرگ و میر جاده‌ای قرار دارند. حمل و نقل عمومی در بسیاری از کشورها با درآمد کم یا متوسط می تواند امنیت کمی را برای مردم ایجاد کند. این کشورها کمتر از نیمی از خودروهای جهان را دارند. با این وجود همین کشورها بیش از 90% از مرگ و میرهای تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص می دهند. شبکه جاده‌ای ضعیف و نامناسب و کمبود منابع برای اجرای قوانین ایمنی در جاده‌ها و امدادرسانی ضعیف پزشکی از جمله عوامل افزایش مرگ‌های جاده‌ای هستند. در مقابل، کشورهای با کمترین آمار مرگ و میر عمدتاً کشورهای ثروتمند با درآمد بالا به شمار می‌آیند. این کشورها منابع لازم برای حفظ جاده‌ها و ایجاد استانداردهای بالا را دارند و هر روزه قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای حرکت در جاده‌ها وضع می‌کنند. در کشورهای ثروتمند، سامانه حمل و نقل عمومی با قدرت امنیتی تحسین برانگیزی است. از طرف دیگر، در برخی از کشورهای کم درآمد، همین سامانه حمل و نقل عمومی عامل بزرگ مرگ و میر جاده‌ای محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در نیجریه و کنیا سامانه‌های حمل و نقل عمومی کابین مسافران را بیش از ظرفیت ایمنی پر می‌کنند، بیش از سرعت قانونی حرکت کرده و اعتنایی به قوانین ندارند. تمامی این رفتارها برای مسافران نامناسب و خطرناک است. دوچرخ سواران و عابران خطرناک. نیمی از کشته شدگان تصادفات جاده‌ای عابران، دوچرخ سواران و کاربران وسایل دوچرخ هستند. در امریکا، کشته شدگان کاربران موتورسیکلت‌ها به حدود 20% رسیدند. این آمار بین سال‌های 2010 تا 2013 حدود 15% برآورد شد. در شرق آسیا این میزان به بیش از 33% می‌رسد. کاربران جاده‌های آسیب‌پذیر در این کشورها چندان توجهی به علامت‌های جاده‌ای و راهنمایی رانندگی مانند خط عابر یا رنگ چراغ‌ها ندارند. از طرفی برخی از ساختارها مانند خطوط حرکت برای دوچرخه سواران در این کشورها وجود ندارد. یکی دیگر از معضلات این بخش مدیریت دولتی است. دولت‌ها تا کنون نتوانستند ابتکار عمل را برای کاهش تراکم خودروها در جاده‌ها و بزرگراه‌ها در دست بگیرند. ضرورت تلاش‌های جهانی در کنفرانس برزیل بسیاری از کشورهای جهان را دور هم جمع کرد تا به راهکاری جهانی برای افزایش امنیت جاده‌ها و استانداردسازی تا سال 2030 در راستای اهداف توسعه پایدار بپردازند. آنها در خصوص اجرایی کردن سفت و سخت قوانین جاده‌ای، وادار کردن مردم به حرکت با سرعت مناسب، بستن کمربند ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و محدودیت‌های حضور کودکان در خودرو بحث کردند. از طرفی آنها متعهد شدند تا زیرساخت‌های جاده‌ای، امکانات ویژه برای عابران و دوچرخه سواران و همچنین امنیت حمل و نقل عمومی را گسترش دهند. بر اساس این بررسی، بالاترین ضریب مرگ و میر جاده‌ای در کشورهای جهان به کشورهای جمهوری دومینیکن، نیجریه، ونزوئلا، آفریقای جنوبی و متاسفانه ایران تعلق می‌گیرد. بانک جهانی وضعیت مرگ در حوادث رانندگی را با تعداد مرگ در هر 100,000 نفر از جمعیت می‌سنجد. به طور متوسط
از هر 100,000 نفر از ساکنان ایران 28 نفر در سال در حوادث رانندگی جان می دهند. بریتانیا با مرگ 3 نفر در هر 100,000 نفر از جمعیت بهترین رتبه را در جهان دارد و نام ایران در ردیف 25 از انتهای جدول میان کشورهای اغلب افریقایی قرار دارد. با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل ایران از طریق هوایی و جاده‌ای صورت می‌گیرد، متأسفانه این صنعت در کشورمان از امنیت خوبی برخوردار نیست. به عقیده کارشناسان، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، استاندارد پایین خلبانان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی، ضعف در عمل به معیارهای ایمنی، عدم داشتن امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق خلبانان و رانندگان و در نهایت سوء مدیریت و برنامه ریزی نادرست از عوامل اصلی سوانح صنعت حمل و نقل در ایران هستند. بر اساس آمارها، بیش از 1530 سانحه هوایی در میان هواپیماهای ایران رخ داده است که بین 50 تا 70 سانحه آن مرگبار بودند. گفته می شود پس از انقلاب تا کنون حدود 1500 نفر در سوانح هوایی جان خود را از دست دادند. حادثه سمیروم، مرگبارترین حادثه هوایی ایران از سال 89 تا کنون بوده است. سال 89 بوئینگ 727 ایران ایر در ارومیه سقوط کرد و 78 نفر جان خود را از دست دادند. پس از آن در سال 93 در مسیر تهران و طی سقوطی مشابه 39 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. در یک دهه گذشته، سال 1388 بدترین سال از نظر سوانح هوایی در ایران بوده است. در این سال حدود 10 سانحه هوایی رخ داد. 2 سانحه تلفات بالایی بر جای گذاشته است. 24 تیر ماه توپولوف 154 هواپیمایی کاسپیان در قزوین سقوط کرد و 168 نفر جان خود را از دست دادند. پس از این سقوط، در دوم مرداد ماه همان سال نیز هواپیمایی آریا در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد و 17 نفر جان باختند. حمل و نقل جاده‌ای در ایران همانند حمل و نقل هوایی مخاطرات بسیار زیادی دارند. آمار تلفات حوادث رانندگی در ایران ارقام عجیب و غریبی را نشان می‌دهد. در سال 1395 15,932 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند و در سال 1396 16,201 نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شدند. این تعداد نسبت به سال قبل از آن 1.7% افزایش یافته است. بیشترین تلفات جاده‌ای در استان‌های فارس، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان رخ داده و کمترین آنها در استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و خراسان جنوبی بوده است. بر اساس اعلام کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌ها، بررسی علت سوانح رانندگی نشان می‌دهد که 30% از تصادفات رانندگی در ایران به دلیل عدم توجه به جلو، عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی، 25% انحراف به چپ، 22% سرعت غیر مجاز، 9% عدم توانایی کنترل وسیله، 6% عدم رعایت حق تقدم و الباقی هم سایر موارد است. حوادث ریلی می توان گفت مطمئن ترین وسیله نقلیه در ایران قطار است. کمترین حوادث و سوانح در این حوزه ثبت، اما به دلیل اینکه خطوط ریلی ایران آنقدر گسترده نیست، حمل و نقل ریلی رونق زیادی هم ندارد.
با این وجود در حمل و نقل ریلی نیز حوادث تلخ رخ داده است. همانند حادثه برخورد دو قطار مسافربری در حوالی ایستگاه هفتخان در محور سمنان دامغان در 5 آذر ماه سال 95 که به دلیل خطای انسانی و نقص در سیستم کنترل خودکار قطار بوده. حادثه‌ای که 47 نفر کشته و 103 نفر زخمی به جای گذاشت. یا می توان به حادثه 19 آبان 1391 قطار مسافربری زاهدان تهران با 320 مسافر که با انحراف از ریل منجر به فوت تعدادی از مسافران شد اشاره نمود. اما بدترین حادثه ریلی در ایران به فاجعه انفجار قطار نیشابور در سال 82 باز می‌گردد که در روز 29 بهمن در نزدیکی ایستگاه خیام در 17 کیلومتری نیشابور رخ داد و در آن 320 نفر کشته و 460 نفر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان از نیروهای امدادی و انتظامی و نیز مردمی بودند که برای تماشای تصادف دو قطار با هم آمده بودند. قوانین و مقررات داخلی. با مشاهده به قوانین داخلی مربوط به مسئولیت مدنی و حمل و نقل در راه آهن، متوجه کمبود شدید قوانین و مقررات در این حوزه می شویم. در قانون اساسی فقط در اصل 4 از کلمه راه آهن یاد شده است که آن را از جمله صنایع ما در شمرده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند. و در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن در مواد 16 و 17 از وظایف و مسئولیت کارکنان راه آهن سخن گفته است. ماده 16 مقرر می‌دارد هر یک از کارمندان راه آهن که متصدی راندن یا وظیفه‌دار تشکیل یا حرکت قطار می‌باشند، لوکوموتیو، واگن یا هر گونه وسیله نقلیه را که می داند معیوب است و در صورت سیر موجب مخاطره خواهد شد راه اندازد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. همین کیفر درباره کارمندانی که از معیوب بودن وسایل نقلیه مطلع و بر حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات مربوطه بوده و آن مقامات را مسبوق نساختند اعمال می‌گردد. در ماده 17 نیز چنین می‌گوید: رئیس قطار، راننده، ترمزیان و سوزنبانان که برخلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد یا در موقع حرکت و ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک یا وظیفه خود را انجام ندهند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند. برخی از آمارهای منتشر شده متوسط سن مرگ ناشی از حوادث رانندگی در ایران را 27 سال ثبت کردند و در واقع در جهان بیماری های قلبی، سرطان و حوادث ترافیکی به ترتیب رتبه های اول تا سوم مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند.